سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از آخرین حرفهای آقای آتیلا پسیانی و صحبت تلخی که در مورد سکانس مورد علاقه شون گفتن. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. متاسفانه آقای آتیلا پسیانی هنرمند خوب و بزرگ ایرانی که در کار بازیگری و کارگردانی در تئاتر، تلویزیون و سینما فعالیت چشمگیری داشتند و بازیهای درخشانی رو از ایشون به یاد داریم، دیروز در 14 مهر ماه دار فانی رو وداع گفتند. ایشون بعد از تحمل یک دوره سخت بیماری سرطان در کشور فرانسه درگذشتند. توی این ویدیو به آخرین صحبت‌های ایشون و مصاحبه جنجالیشون پرداختیم. ایشون در مصاحبه‌ای در مورد روزهای تلخ کرونا برای تئاتر کشور گفتن. ایشون گفتن توی ایران از همه کشورها بیشتر تعطیلی تئاتر داشتیم چون واکسن دیر رسید و ما هم تصمیم گرفتیم که کارمون رو از طریق اینترنت جلو ببریم، اما اون بازخوردی که می‌خواستیم رو نداشت. باعث شد خیلی از افرادی که تازه کار تئاتر رو شروع کرده بودن دچار مشکلات مالی بشن و این کار رو برای همیشه رها کنن و دنبال کارهای اداری برن. خیلی از همکاران ما که مشکلات مادی داشتن، پول اجاره خونه‌شون مونده بود، دغدغه زندگی داشتن، دنبال کارهای دیگه رفتن، دنبال مسافرکشی رفتن، دنبال کارگری رفتن. خیلی اوضاع سختی بود. دولت هم وظایفی داشت که خدا رو شکر مثل همیشه هیچ کدوم رو درست انجام نداد. بعد از اون اوضاع هم حتی کسی پاسخگو نبود. توی خبرها اعلام کردن قراره به هنرمندا، کارگردانا و بازیگرای تئاتر پولی برای این دوره‌ای که بیکار بودن پرداخت بشه، ولی در حد همون خبر باقی موند. ایشون در ادامه هم گفت در کشور ما همه وظایف خودشون رو میدونن، ولی مشکل از اونجایی شروع میشه که کسی انجام وظیفه نمیکنه. حداقل ما چیزی نمیبینیم. همه فقط بلدن شعار بدن، پشت میکروفون وایسن و یه حرفای قلمبه سلمبه بزنن، ولی موقع عمل هیچ کسی نیست. متاسفانه در دوره کرونا اتفاق تلخ دیگه ای هم که افتاد این بود که یک سری آدم هایی که شاید قبل از اون شامل گروه های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای می شدن، یعنی کارشون انقدر ضعیف بود که بهشون اجازه اجرا نمی دادن، اومدن بالا و اجازه اجرا گرفتن و یه سری از آدم های حرفه‌ای خونه نشین شدن. ایشون در ادامه هم برای ادامه زندگی فقط عشق رو کافی دونسته. ایشون گفته چیزی که همه ی آدم ها می دونن اینه که نبود عشق از مرگ هم بدتره و اونم این که بدون عشق نمیشه زندگی کرد. امیدوارم هیچ کسی توی هیچ لحظه ای از زندگیش عشق رو فراموش نکنه. عشق می تونه شامل خیلی چیزها باشه. عشق ورزیدن به همسر، به زندگی، به خداوند، به کار، به خیلی چیزها. در ادامه مصاحبهشون هم ایشون از پیشرفت تکنولوژی و مشکلاتی که در زندگی ما به وجود آورده گفتن. ایشون گفتن این روزها ما بدون موبایل نمیتونیم زندگی رو تصور کنیم. این ارتباطات همه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده، کارهامون رو راحت تر کرده، گاهی هم به شدت مزاحم زندگیمونه. آدمهایی که بی‌مسئولیت فیلم و عکس میگیرن از بقیه و پخش میکنن، آدمهایی که از طریق همین موبایل کلاهبرداری و سوء استفاده میکنن. به نظرم ما حتی برای استفاده از موبایل در کشورمون هم فرهنگ سازی نکردیم. برای هر چیزی باید آموزش دید و متاسفانه ما در قسمت آموزش و پرورش و صدا و سیما و فرهنگ سازی بسیار ضعیف هستیم و این یک نقطه ضعف واقعیه که در زندگی همه ما داره خودش رو نشون میده. آقای آتیلا پسیانی در ادامه مصاحبهش هم مدعی شد که سالهاست تلویزیون و برنامه‌های صدا و سیما رو تماشا نمی‌کنه، که بعد از اون جنجال‌های زیادی توسط اخبار 23 و برنامه‌های مختلف در صدا و سیما به وجود اومد. که ایشون در پاسخ به این حواشی گفت بعد از مصاحبه من تصور این بود که من به همکارانم در صدا و سیما و برنامه‌های اونها اهانت کردم. اما از نظر من اهانت یعنی ناسزا گفتن و کوچیک کردن و بد و بیراه گفتن به شخص یا اقوام مختلف، که من هرگز چنین کاری نکردم و نمی‌کنم و نخواهم کرد. به عنوان مثال اگر من بیام بگم من مسابقات کشتی رو دنبال نمی کنم، یعنی دارم به کشتیگیران و فدراسیون کشتی اهانت می کنم؟ نه، این فقط سلیقه منه.
من هرگز این مسئله رو فراموش نمی کنم که من توی محله بروبیا بازی کردم و از اونجا برای اولین بار دیده شدم و تا امروز مورد لطف مردم و هموطنانم قرار گرفتم. اما دلیل اصلی که تماشاگر دائمی برنامه ها و سریال های صدا و سیما نیستم اینه که سریال هایی که کلن در عمرم دیدم کم بوده و کلن به سریال ها چه ایرانی و چه خارجی علاقه زیادی ندارم. طرفدار پر و پاقرص فیلم سینمایی یا تئاتر هستم. دوم اینکه حتی سریال هایی که خودم در اونها بازی کردم رو هم بعد از تدوین نمیبینم. یعنی سریالی که عاشقانه دوستش دارم و دارم توش زندگی میکنم رو همون موقع فیلم برداری قسمتهایش رو میبینم، بعدش که پخش میشه دیگه نمیبینم، چون قبلا دیدم، خودم هم بازی کردم، داستانش رو میدونم، برای چی باید دوباره ببینم؟ اتفاقا من همیشه احترام زیادی برای همکارانم چه در صدا و سیما، چه در تئاتر و چه در سینما قائل هستم و همیشه فکر میکنم اگر فیلمنامه ها و داستان ها کمی تنوع بیشتری داشته باشن مطمئنن طرفداران صدا و سیما مخصوصا بیشتر میشن و رضایت بیشتری پیدا میکنن. ایشون در مورد خستگی ناپذیر بودن و کارهای زیادی که انجام میدن و اینکه این انرژی رو از کجا میارن هم گفت این انرژی و زیاد کار کردن یه جور ماسکه، یه جور سرپوشه به اون تنبلی که من دارم. من ذاتاً آدم تنبلی هستم، برای همین سعی میکنم که کارهای زیادی برای خودم بتراشم که این تنبلیه بر من غالب نشه. ایشون در مورد شروع کارش هم گفته شروع قضیه از علاقه و اینها نبود، یه تصادف بود. من با مادرم مرحوم جمیله شیخی سر تمرین رفته بودم، کاری از مرحوم رکن‌الدین خسروی. نمایشی بود به نام حکومت زمان خان. توی اون نمایش یه پسری همسن و سال من بود که تمرین میکرد، ولی نزدیک به اجرا که شد سرمایه بدی خورد و اصلا صداش در نمیومد. اینجوری شد که آقای خسروی اومد به من گفت تو همیشه سر تمرین حاضر بودی دیگه، اصل قضیه رو میدونی، بیا جای اون پسر بازی کن. و اینجوری شد که من موندگار شدم. آقای آتیلا پسیانی در مورد مادرشون زنده‌یاد جمیله شیخی هم و اینکه همیشه از ایشون به عنوان خانومی مقتدر و جدی و حتی خشن یاد میشد گفته اتفاقا ایشون برخلاف ظاهرش خیلی آروم و مهربون و همدل بود. خیلی خیلی توی رفتارش ظرافت‌های خاصی بود. خاطره خاصی هم که از ایشون من دارم این بود که من با مادرم کار مشترک زیاد نداشتیم، ولی توی همون چند تا کاری که مشترک با هم داشتیم، مثلا توی سال 70 نمایشی بود به نام آورا که من کارگردانی میکردم و ایشون برای اولین بار افتخار دادن توی نمایش من بازی کردن. شیوه کار من به عنوان کارگردان برای ایشون اصلا آشنا نبود. ایشون یه روزی سر تمرین گفت من اصلا اینجوری نمیتونم کار کنم. خیلی جدی بهشون گفتم انتظار نداری که من شیوه کارم رو عوض کنم. به هم گفت نه، تو کله شق‌تر از اینی هستی که شیوه کارت رو عوض کنی. منم بهش گفتم شما هم خیلی آروم و حرفه‌ای‌تر از این هستی که شیوه‌ت رو عوض نکنی. ایشون در مورد شرایط کار در دهه 60 در تئاتر و سینمای ایران هم گفت همچنان که اون دوران در عین حال خیلی دوران سختی بود از همه نظر، اما آدم‌ها برای اثبات خلاقیتشون تلاش زیادی می‌کردن. الان انگار توی تئاتر و سینما بیشتر کار تولید میشه، کسی برای نشون دادن خلاقیتش سعی و تلاشی نمی‌کنه. اون موقع انگار دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زیاد کار آدم رو معنا میداد، به زندگی شکل خاصی میداد. دوران طلایی بود برای هنر به نظر من. از همه نظر کمبودهای زیادی داشتیم، از مواد غذایی بگیر تا خیلی چیزهای دیگه، اما این کمبودها باعث نمیشد که ما عقب نشینی کنیم، برعکس ما رو تحریک میکرد که خلاقیتمون رو به کار بگیریم، عاشق هنر باشیم و روی کارمون تمرکز کنیم. در ادامه مصاحبهشون ایشون در پاسخ به اینکه بهترین سکانسی که بازی کردی توی چه فیلمی بوده و چه سکانسی بوده، ایشون گفت در فیلم روز شیطان و سکانس لحظه مرگم. بهترین حسم زمانی بود که لحظه مرگ خودم رو بازی کردم. در ادامه هم ایشون در مورد ستاره پسیانی و خسرو پسیانی فرزندانشون به عنوان بازیگر گفتن اونها ترکیبی از من و مادرشونن، از دیدن کارهاشون لذت میبرم و با همدیگه تفاوتهای بسیار زیادی دارن که این تفاوتهاشون واقعا زیباست. من عاشق اخلاق ستاره هستم که به کار خودش قانع نیست، به خودش خیلی سخت میگیره، در مورد نقشهاش خیلی تجزیه تحلیل میکنه، حتی بعد از اینکه اون نقش رو بازی کرده هم باز از خودش راضی نیست و میگه کاش این کارو میکردم، کاش اون کارو نمیکردم. اما در مقابلش خسرو واقعا رها کار میکنه و اصلا به خودش سخت نمیگیره.
روح این هنرمند بزرگ قرین رحمت الهی باشه. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.